رسانه‌های اروپایی از پاره کردن و آتش زدن یک جلد قرآن کریم مقابل ساختمان پارلمان هلند توسط ادوین ویگنس فیلد رهبر جنبش پیدا که مخالف مسلمان شدن قاره اروپا هستند خبر دادند هفته پیش نیز یک سیاستمدار تندرو و نجات پرست سوئد در اقدامی مشابه و توهین ساعت مقدس قرآن را مورد اهانت قرار داد که با واکنش شدید و گسترده مسلمانان جهان مواجه شد در همین حال سازمان ملل متحد اقدام به سوزاندن قرآن کریم را محکوم کرد در بخشی از بیانیه‌ای که در این بار منتشر شده آمده این اقدام بی احترامی و توهین به پیروان دین اسلام است و نباید آن را با آزادی بیان یکی کرد